استیزا و عدل بیبی باشیم. رئیس مجلسی که همه چیز است، حتی سیسونی نوه از خارجی است، نمیخواهیم و به درد این ملت نمیخورد. ای خالی با فتروگو در زیر بار ظلم و ستم نمیگذیم. رئیس جمهوری که قدرت و شهامت خواندن نام تبهکاران و اختلافگران بزرگ را ندارد، یا خود از ایشان است و رفیق دوست و شریف کافره است و یا نباشد، چنین فرد بطری به درد ریاست جمهوری ملت شجاع ایران نمی کند. تازه میدونه که فردا میگیرنش، میدونه که میره زندان، این کارو میکنه. اینها هستن که ایران رو نگه داشتن. هفته پیش خانم دوست عزیزم امان منطقی، سهیل خانم نصر، از جان رفت در امریکا. به تمنا و به وفای عزیزم همدردی های آرام بخشان خودم رو پیشکش میکنم. رفیق دیگه ما نازنین، استاد فرهیخته خوشتیپ، نویسنده توانا پرویز قاضی سعید هم رفت. پرویز قاضی سعید هم از دور براش دست کن بدیم، چون روانش هست و روانش داره ما رو میبینه. روان جاودان پرویز قاضی سعید که تا آخرین لحظه نوشت، آزادانه نوشت، مردانه نوشت و خود را نفروخت. خود را نفروخت. پرویز قاضی سعید، بدرود عزیزم. این هم نواهای استاد اکبر گلپایگانی هستند که مثل فرزندان استاد اکبر گلپایگانی، اکبر گلپا ساقی و ساغر، دو تا دخترش بودن که توی پاریس ما افتخار داشتیم در خدمتشون بودیم و تحصیل کردن و شوهرای خوب کردن. حالا بچه هاشون هم سایراس، سیروس عزیزم و این لیلاست که در دانشگاه امریکا ازش تجلیل شده. شاد باش میگم به گلی عزیزم و شاد باش میگم به استاد گلپا. Tommy Bell Award for her hard work in the pool and classroom. A state champ in 3 butterfly events, Alai also qualified for junior nationals. She'll attend Rice University where she'll swim while working toward a major in, listen to this, pre-med and a minor in aerospace engineering. She's the 6th Lafayette student to win the award since it started in 1986. It's an amazing school. It's a great school, and I've learned so much from the principal and just from the school and the environment in general. And always striving for excellence is, I feel like, a big part of Lafayette. So I'm really happy that I could represent and be a part of, I guess, the Lafayette legacy. It's truly an honor. I wasn't expecting it at all. Congrats to Lily and good luck with you. برید و از دشمن سرباز بگیرید، از دشمن سپاهی بگیرید، پامنبری های اینا رو بردارید از منبرشون، پامنبری های اینا رو روشن کنید، به اینها بگید که برای پدر بزرگ، مادر بزرگ علی خامنه ای و خمینی به سر و صورتشون میزنن. اینها کاری نبودن در تاریخ، ویران کردن سرزمین تو رو، تمام این تمدن تو اونها از بین بردن. همینا هیچی نداشتن، آمدن همه چیز رو نابود کردن. برو بخوان، مطالعه کن، ببین قبل از اسلام چه داشتی. کتاب های ما رو هم شما الان دیگه رایگان میتونید دانلود کنید و بخونید و فهممون بره بالا. کتاب دیگران را، اندیشمندان توانایی مثل دکتر کوروش آریامنش، مثل فرود فولادوند، کارهاش بزنید، مثل رضا فاضلی، مثل استاد مسعود انصاری، دکتر روشنگر، این کارها رو بخونید، این روشنگری ها رو بخونید، شجاع دین شفا رو بخونید، زرین کوب رو بخونید، فهممون بره بالا. الان کتاب خونی رو هم از شما گرفتن، اینم یه توته است. یادتون داره که میخوان شما کتاب نخونید تا سپاهیان بیان ترتیبتون رو بدن. سپاهیان دشمن دوباره بیان، مغول و اسکندر و محمود افغان بیان، نادرشاهی هم نیست دیگه. نادرشاهمون کو، رضاشاهمون کو، یعقوب لیثمون کو، کاوه آهنگر کو، فریدونی کو، بابکی کو،
ولی بابک های پیروز در راه هم. از جاتون بلند شید مردم. شیخم تازگاه گزار برادر مهربانم مهندس امیر شجره هستم، دبیر کل این دانشگاه پارس. دستان گرم همه شما رو میفشارم تا برنامه دیگر. بدرود و خدا نگهدار. سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جی بی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند. اما چرا تاریخ قارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید. مژده به مهربان یاران گرامی، انجام آیین عروسی و خویشاوندی به سبک آریایی توسط استاد سیاوش اوستا با اسناد زیبا و پارسی ایران باستان در سراسر جهان از طریق اسکایپ به رایگان. دفترهای زیبا و نفیس پیوند خویشاوندی و عروسی به سبک آریایی به زبانهای پارسی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و تازی. از هر دین و مذهب و آیینی که هستید و در هر کجای جهان که هستید به سبک آریایی و با دفترچه ها و اسناد پرشکوه و تاریخی و توسط سیاوش اوستا عروسی کنید. خطبه عقد به زبان تازی، توهین به زن ایرانی. عقد آریایی که همان پیوند خویشاوندی به سبک آریایی طی 30 سالی که از این ابتکار زیبا و تاریخی و پر افتخار می گذرد، صدها هزار ایرانی و غیر ایرانی از این شیفه سرافرازانه استفاده کرده و می کنند و شخص استاد سیاوش اوستا با سفر به هر گوشه جهان و با حضور شخصیت های برجسته‌ای چون شهبانو فرح پهلوی، افتخار ایران آریایی، شاپور غلامرضا پهلوی و پرنسس منیژه و یا پادشاه موناکو پرنس آلبرت و نیز آقای روجر مور، هنرپیشه مشهور جهانی، صدها عقد آریایی انجام داده است و این شیوه توسط درها محضر در داخل میهن دنبال شده است. پیوند زناشویی به سبک آریایی، آفتاشت زن و تاریخ و تمدن کهنسال ایران است. مهربان یاران گرامی، برنامه های سیاوش اوستا به زبان های پارسی و فرانسوی و تازی در آرشیو یوتیوب ببینید. youtube.com/mehrtv